از این بابت فکر کنم باید برنامه هم جوری بچینم که صبح شاید دو سه تا ویدیو پشت هم ضبط کنم، چون که استارتش جرم میده. من از ساعت 9 یا 8 میخوام ویدیو ضبط کنم، الان ساعت 12 و به زور بعد استارت ویدیو رو بزنم و وقتی گرم میشم دیگه خیلی گرم میشم، خیلی خودمونی میشم. بیا بغلم. و آره، امروز هم طبق معمول اومدیم داستانای واقعی ریاکت کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد و با دوبله ممنتو از کانال مای استوری انیمیتد و بریم شروع کنیم. اسم ویدیو رو فقط نگاه کن، ادی دلش برات تنگ شده تو. این ویدیو توسط ممنتو ساخته شده، پس در نتیجه هندفری‌ها رو در گوش خود فرو نمایید. بله، خدا بخیر. ذهن شما توانایی تشخیص شخصی که در روز زدن دهتون داره. چی بود؟ چه رفتی داشت؟ تا حالا روح دیدی؟ باشته باشته، این تیکه این داداشم هم هست به تو نمسته؟ یکی از معروف‌ترین تیکه‌های ممنتو. تا حالا روح دیدین؟ من که دیدم. آه سلام، من مبینم. اوکی، سلام مبینم. اینجام که درباره ترسناک‌ترین تجربه زندگیم باهاتون صحبت کنم. میدونم عجیبه ولی ارو پشمم حرف نمیزنم. واقعا دیدم، به خدا قسم. خب این زندگی منه و شما هم قراره ببینیدش. اوکی. تو یه سال پیش زندگیم فوق خفن بود. ماننه بابام توی خونه خوب زندگی میکردیم و تو مدرسه از اون شاخا بودم. تو باشگاه ورزشی زیادی بودم تا اینکه یه روز ننه بابام یه حقیقتی رو مثل شیا فرو کردم بهم و همه چی عوض شد. این ننه بابای ما یه کسب و کاری و زمان ازدواجشون شروع کرده بودن که فکر میکردن خیلی خوبه، ولی در واقع ریدن. منم وقتی فهمیدم ریدم. ما هم مجبور شدیم خونه و زار و زندگیمونو بفروشیم، چون ورشکست شده بودیم. هضم این موضوع برام خیلی سخت بود و اون موقع بود که خیلی سگ شدم. براستش بخواین تا هفته هایی چی نخوردم. چطوری تونستن زندگیمونو اینجوری داغون کنن؟ من حالا باید برم مدرسه جدید، جایی که هیچ کسو نمیشناسم. من تمام ریسک زندگیتونو زمانی بکنین که تنهایین. وقتی که با یکی ازدواج کنین و بخواین تشکیل خانواده و بچه بدین، اون موقع دیگه واقعا دستتون برای ریسک کردن بسته است. چون اگه به فنا برین، خودتون فقط تنها به فنا نمیرین، یه زن و یه بچه هم به فنا میرن. من حالا باید برم مدرسه جدید، جایی که هیچ کسو نمیشناسم. من نمیتونستم اون ریه سگمو کنار بذارم و فقط قاطیونا راحت بدم. دو هفته بعدم مجبور شدم وسایلمو جمع کنم و زمان خدافظی با خونمون رسید. من هیچ وقت تا موقعی که برسیم نمیخواستم خونه جدیدمونو ببینم. تنفر داشتم ازش، ولی خیلی پشیمون بود. دقیقاً این کابوس بود. خونه خیلی قدیمی، یه باغچه. وایس راجب روح و اینا، مگه واقعاً ترسناکه؟ واقعاً ها. یه باغچه بزرگ با یه درخت زشت. خونه وسط ناکجا آباد بود. یعنی عواست نباشه گرد میاد آدمو برمی‌داره می‌بره ها. خلاصه خیلی شخمی. و این فقط بیرون خونه نبود که شخمی بود، اتاقم هم خیلی شخمی بود. تخیلی، خیلی ترسناک. ترسناک و سالاور. یه پنجره بیرون داشت و بلند نسبت بود. بابا لیمیت نخورید. واقعا وسط این فیلم ترسناک واقعی. آقا ننم گفته بودن دکورشو عوض می‌کنن، ولی اول باید کم پول دستش می اومد. منو شب ان شده بود به روحمو. روی تختم لش کرده بودم و ترکای سقفو میشمردم. بابام نمیشد نه بابا منو از مدرسه و دوستامو همه یه چیزایی که دوست داشتم دور کردنم، گفتن که تو این طویله باید بمونم. آخرش هم خوابیدم، ولی اتفاقای عجیب غریبی تازه داشت شروع میشد. خیلی از اون شب چیزی یادم نیست، ولی زیر تختم جیرجیر میکرد و صدای طوفان و بارون پشت پنجرهم روحمو انگشت میکرد. انگار یکی داشت به در مشت میزد. قشنگ میشیندم، انگار میخواست بیاد تو. و یه صدای زمزمه شدیدم. من میخواستم حرکت کنم ولی پاهامو حس نمیکردم، حتی دستام. انگار به خودم وصل نبودم. خواستم دهنمو باز کنم که داد بزنم، ولی نتونستم. من تو بدن خودم گیر کرده بودم. میگیرم من... دوست منم همینجوری رفیق شیشم و اونم همچی اتفاقی براش افتاده و نمیتونسته کن بخیره. اون کرده تمام باش اومدن بیدارش کردن تونسته حرکت کنه. یعنی اصلا مثل که میگفت یکی تو صورتش اینجوری اومده داشته نگاهش میکرده و هیچ غلطی نمیتونسته بکنه. میدونم داره بولشت میگه. اگه داری ایلیا جان این ویدیو رو میبینی، 100% تو داری بولشت میگی. چون نه نمیخوام بگم بولشت میگی که همچین بلایی سرم نیاد یه موقع. انگار به خودم وصل نبودم. خواستم دهنمو باز کنم که داد بزنم، ولی نتونستم. من تو بدن خودم گیر کرده بودم. بعد من اون لحظه یه چیزی گوشه اتاقم دیدم، یه روح سرگردان که داشت میومد نزدیک. بهش نمیخورد روح متشخصی باشه، میخواست پدرمو دراره. منم چشمو بستم و هرچی پیغمبر بود یاد کردم. وقتی چشمامو باز کردم دیدم خورشید پشتش چیزه
خورشید طلوع کرده بود و میتونستم تکون بخورم. اتاق عادی بود و اثری از زوکام نبود. ولی مطمئنم که تلقینم نبود. صبح که رفتم مدرسه حسابی نگران بودم، بی تمرکز بودم. از این مدرسه هم انم میگرفت. همه با اون اکیپای حال به همزانشون بودن و منم عضو جدید بودم و تنها بودم. میدونیم که دکی ترین حس دنیاست. آره. معلمم که بونش برم مقرراتی همشم داد میزد که چرا حواسم به کلاس نیست. ولی خب من نمیتونستم تمرکز کنم. از اتفاقای دیشب همچنان گیجه گرفته بودم و میدونستم که بعد با پدر مادرم راجبش صحبت کنم. اون شب خیلی منتظرشون بودم. اونا یه شغل جدید توی یه رستوران گیر آورده بودن و ساعتای زیادی باید اونجا کار میکردن. ولی وقتی اومدن هوا به شدت تاریک شده بود و من رفتم طبقه پایین که باهاشون حرف بزنم و بگم یه روح دیشب اومد تو اتاقم و منو فلج کرد. اونا هم خوب گوش کردن ولی از برخوردشون پشمام ریخت. اونا گفتن همش به خاطر اینه که اومدیم یه جای جدید و به خاطر جابجایی بدخواب شدم و اینا همه تو کلمه. بعد منم اونا به همچین چیزا اعتقاد ندارن اونوریا بختک و اینا. نمیدونم. من ندیدم تا حالا ولی شنیدم میگن بختک حالا. بعد منم گفتم چقدر کول بودم که اینا رو گفتم. معلومه که خواب بوده. کلی خندیدم. شب خیلی ریلکس رفتم بخوابم ولی دوباره اونجوری شد. و روح منو فلج کرد. این دفعه اومده بود قفسه سینم و فشار میداد. من نمیدونستم روح میتونه لمس کنه چیزیو. حالا خوب حرکت دیگه ای نمیزد و چیز ترسناکش این بود که سعی میکردم نفس بکشم ولی نمیتونستم. کجایی که بیهوش شدم. بوبیز چه ربطی داری؟ چه لانسنس. ادیتورتون کیه؟ ادیتورشون عوض کردن بچه. خیلی ادیتور خوبیه. نایس. بوبیز. فرداش خواستم با بابام حرف بزنم راجبه رو که سرم داد زد و گفت باید این چرندیاتو راجبه رو تموم کنی ها. همه داریم فداکاری میکنیم و باید به این خونه و این شرایط عادت کنیم. چه بخوایم چه نخوایم. ولی شبش باز این روحه اومد. انقدر سر این ماجرا پشمام ریخته بود که نیازی به اپیلاسیون نداشتم. من شروع کردم به نخوابیدن تا دیر وقت و فیلم میدیدم. فیلم خوب و آهنگ گوش میکردم و زودم باید میرفتم مدرسه. تو کلاسم که همش میخوابیدم. این انخانمم هی میگفت نمراتت قراره از اینم بدتر بشه. من خیلی تلاش کردم ولی هیچ کس نبود با هم برفه. یه روز یه اتفاق شرمناک انگیزی افتاد. سر کلاس ریاضی بودم و خوابم برد و وقتی بیدار شدم معلم خیلی بد نگاهم میکرد. قاطی کرده بودم. دورو برامو نگاه کردم دیدم همه زور زدن به من. هیچی نداشتم بگم. شب باورتون نشه ولی منم سر کلاس جبر یادمه یکی از بداخلاق‌ترین معلمامون بود و من ردیف جلوی کلاس میشستم و میخوابیدم. یعنی کمر هرچی مهارته تو خوابیدن من سر کلاس شیکونده بودم. مثلا دستمو میذاشتم بعد مثلا کتابم جلوام بود دیگه بعد همینجوری نگاش میکردم میرفت. بعد دبیر جبرمون کلن چشش ته کلاس بود. یعنی اصلا جلو رو نمیدید. جلو من راه میرفت میومد از رو کتاب منم خط میبرد. فقط اون تایمی که بعد ورق میزدیم و من بعضی وقت باگ میزدم یا چشم من گیر کرده بودم داشتم فکر میکردم راجب. یعنی اون پنج دقیقه که سر کلاس میخوابی به اندازه ده شبانه روز خواب میارزه. بعد یه همه خندیدن حتی معلم. خیلی خجالت کشیدم از فراغ ان و پدرتون بخندید. دیگه آب شده بودم. خجالت آورترین لحظه تخمی زندگیم بود. پاشدم و دویدم به سمت بیرون رفتم توی دستشویی و مثل خر ار زدم. ولی این اتفاق نمیتونست جلوی شب نخوابیدنمو بگیره. یه شب خیلی خسته بودم و ناخواسته خوابم بود. ولی یهو با ترس و لرز بیدار شدم و دیدم روح داره منو میکشه پایین. ولی یه جوری زنده بودم. سعی کردم با مامانم تنها راجع به این موضوع حرف بزنم ولی گفت سر شلوغه و نمیتونه. چرا دمیت میخواستم بدونم که چجوری تو این خونه ان باید بخوابم؟ سوال خیلی خوبیه. و یه روزی چیزی که ازش میترسیدم سرم اومد. یه روز توی باشگاه مدرسه داشتیم تمرین کوهنوردی میکردیم. اینم بگم من عاشق ورزشم اصلا هیکلم ولی الان خیلی خسته بودم دیگه. بالاخره شب نخوابیدم. من شروع کردم از دیوار بالا رفتن و ادامه دادم. سرم خیلی گیج میرفت و خیلی هم خسته بودم ولی تونستم دیوار رفتم و معلم ورزشم هم داشت تشویقم میکرد. وقتی بعد برمیگشتم پایین از هوش رفتم و ریدم و چشمام سیاهی رفت.
بیدار که شدم دیدم تو بیمارستانم و یه سرم بهم وسته. سری خواستم گوشیمو درم عکس بگیرم استوریش کنم که وقت نشد متاسفانه. بعضی از عکسا میگیرن تو سرم نگه میدارن خب، و مثلا وقتی با دوست پسرشون یه چیزی کات میکنن سری عکس پروفایلشون میذارن. دیدم که میگم. به پرستار گفتم بیاد اتاقم و اونم دکتر رو صدا زد. دکتر گفت که بیهوش شدم و افتادم و والدینم هم دارم میاد. اون پرسید چی شده، منم زدم زیر گریه. شاید بیماری داشته. رازو براش گفتم. اینکه چطور از خونمون اومدیم اینجا و چطور از مدرسه سیک شدم و دیگه اینکه خونه جدیدمون چقدر شخمیه، تسخیر شده است. و اینکه فکر کردم اونم مثل همه میخواد بهم بخنده، ولی جالبیش این بود که نخندید چون بیماری. اون یکی حرفامو گوش داد و یکیشو یادداشت کرد. واقعا خوشحال بودم بالاخره یکی به حرفام گوش داد. اون ازم خواست کل اتفاقات راجب روحو تعریف کنم و بگم چه حسی دارم و یه چیز گفتش که ریشه پشمامم ریخ ناموسن. خودم میدونم چی قرار بگه، علت بیماری 100%. اون گفت باورم داره و باید چند تا آزمایش با چند تا دستگاه ازم بگیره و بعدش تموم کنه. پدر مادرم رسیدن و بهشون همه چیو گفت، ولی اونا قاطی کردن و بابام گفت بعد از این اتفاق باید کمتر گوشاد باشی دختر، بیشتر حواست به خودت باشه. بگم من چقدر با پول دوا دکتر بدم؟ بابام همش میگفت چه خبرت دختر، خانم آروم باش، خانم شما به خودت فشار نیار. من باورم نمیشد، من بیهوش شده بودم و اونا داشتن سرزنشم میکردن. همینجوری دوا میکردن که یهو دکتر اومد و بهشون گفت که منو باور داره. یعنی چی باور داره؟ حرفش گفت درباره روحم میدونم، باید راجع به اونم تحقیق کنید. اما من اون روحو که از خودم در نیاورده بودم، مامان بابام خیلی سگ شده بودن. دکتر گفت احتمالاً بی‌حس شدن عضلات بوده که تو این حالت بیدار میشی ولی نمیتونی تکون بخوری و باعث تلقین این میشه که داره اتفاقات عجیب میفته. بله. و همین تلقین باعث میشده که حس کنم سینما دارم فشار میدن. من بی‌ناموسی تلقین میکرد. میدیدمش ولی واقعا اونجا نبود. دکتر بهم گفتش که باید دارو بخورم تا ذهنمو از این زندگی شلوغی که دارم خالی کنم. از دست بابامونم که خیلی عصبانی بودم، باورم نمیشد اونا اینجوری با هم برخورد کردن. الان چند ماه میگذره و من دیگه راحت تر میخوابم و کمتر نگرانم و پشمامم سر جاشه و آماده برای ریختنهای بعدی. البته اشتباه برداشت نکنیم، اینکه یهو فلج بشی و نتونی جنب بخوری خیلی بده، ولی الان که میدونم چیه خیلی راحت باش کنانیا و دارم nice. قرص میخورم که اوکیشم. تا الان که خیلی عالی پیش رفته، الان دیگه راحت میخوام و چیزی هم برای استرس وجود نداره. تو مدرسم خیلی اوضاع بهتره. من راجع به مشکلات خوابم به معلم گفتم و اونم دیگه الان میدونه چه خبره و میدونه که تنبل نیستم و خیلی هم مهربون شده. اونم که بعد از اینکه فهمیدم مشکل خواب داشتم، علت این رفتارامو فهمیدن و همه چی کلن عوض شد. اونا نمیتونستن دست از عذرخواهی کردن بردارن بابت اینکه منو باور نداشتن. مامانم مدام گریه میکرد و احساس گناه داشت، ولی من خب بخشیدمشون. درک میکردم که دوره بعدی رو میگذروندن و حتما از کار زیاد خیلی خسته شده بودن و این همه ساعت کاری واقعا باستن پاره کنه. منم مسئولیتمو کنار گذاشتم و به خونه عادت کردم. میدونم دیگه تسخیر شده نیست و خوشمان اومد. پشمام به وجد اومد چون با مامانم بالاخره دکوراسیون خونه رو عوض کردن. الان اتاقم بیشتر شبیه اتاق قبلیه. وقتی یادم میومد که فکر میکردم اینجا روح داره، ریکاردو داشته. ولی الان یاد گرفتم حتی بزرگترین ترس ها هم یه دلیل منطقی پشتشه. بله. امیدوارم با این داستانم تو درس کمک بزرگی بهتون بکنم. اگه هم نه به درک. اگه تا حالا ترس منطقی داشتین برامون بنویسین تو کامنت ها و سابسکرایب و لایک یادتون نره. وگرنه بابامو میارم براتون. خدایا تا حالا تو این واقعا یا یه نقش این آدم طور به من نرسیده، همشون کسخلن. چرا توسخانم کن یکیشون؟ چرا تک و تک پیش اومده که آدم هم باشن فکر کنم، ولی اکثرشون دقیقا واقعا خیلی خنگن. قشنگ بود، داستان قشنگ و جذابی بود، هم انیمیشنش هم ادیتش هم نایس. ایوان دمتون گرم، واقعا دم ادیتور گرم. و فقط یه سوال برام بود، اینجا ادی دلش برات تنگ شده تو چیه این وسط؟ نمیدونم به کجاش مربوط میشه. ایسترگه؟ خب بچه‌ها امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعدی خدای را نگهدار شما.